28 روز شکرگزاری. روز چهارم. تندرستی نفیس‌ترین نعمت در زندگیه و باید بیش از هر چیز دیگه‌ای قدر سلامت خودمون رو بدونیم. بیشتر ما آدما فقط موقعی به فکر تندرستی میفتیم که اونو از دست میدیم. اون وقته که تازه متوجه میشیم بدون تندرستی هیچ چیز نداریم. زمانی که به یه بیماری ساده مثل سرماخوردگی یا آنفولانزا مبتلا میشی یا وقتی کسالتی داری و بستری هستی، به حقیقت این جمله پی میبری. اون موقع است که تنها چیزی که دلت میخواد اینه که هر چه زودتر حالت خوب بشه و هیچ چیز هم به جز بازگشت سلامتیت برات مهم نیست. تندرستی موهبت زندگیه، نعمتیه که تو دریافت میکنی و این دریافت هر روز خدا ادامه داره. علاوه بر این که ما هر کاری برای تندرستیمون انجام میدیم، باید خدا رو از بابت اون شکر کنیم تا دریافت تندرستی ادامه دار باشه. یادت که نرفته هر کس شاکر باشد به او بیشتر داده میشود و او به وفور نعمت و هر چیز دیگری میرسد. اما کسی که شاکر نباشد، حتی آنچه را هم که دارد از او پس گرفته می شود. شاید آدمایی رو بشناسی که شیوه زندگی سالمی رو انتخاب کردن، اما با این حال سلامتیشون رو متاسفانه از دست دادن. من خودم خیلی ها رو می شناسم. شکرگزاری در ازای سلامتی که دریافت می کنی حیاتیه. وقتی تو بابت سلامتیت شاکر باشی، نه تنها سلامتی فعلی تو محفوظ می مونه، بلکه اعجاز شکرگزاری هم دست به کار می شه و جریان سلامتی رو به سمت تو افزایش میده. اون وقته که تو هم فوراً متوجه میشی که کیفیت سلامتیت بهبود پیدا کرده. دردهای جزئی، خال گوشتی، جای زخم و بریدگی همشون به گونه معجزه آسا محو میشن و تو متوجه میشی که انرژی، نشاط و شادیت به طور قابل ملاحظه ای افزایش پیدا کرده. خود من بارها و بارها پیش اومده که برای دندون درد یا سردرد از همین روش استفاده کردم و خوب شدم. همونطور که در تمرینی که براتون خواهم گفت یاد میگیرید، با تمرین روزانه شکرگزاری برای سلامتی میتونی به وضعیت بینایی، شنوایی و تمام حواس و کلن تمام عملکردهای سر تا سر بدنت بهبود ببخشی و همه اینها عین معجزه رخ میده. جان هنری جوئت میگه که شکرگزاری یعنی واکسن، پادزهر و ضد عفونی کننده. هر اندازه که تو بابت سلامتیت شکرگزار باشی، به همون اندازه سلامتی تو به گونه‌ای معجزه آسا زیاد میشه و اگر هم شکر نکنی، به همون اندازه سلامتیت افت میکنه. زندگی با افت سلامتی یعنی تضعیف انرژی، شور و نشاط، سیستم ایمنی، شفافیت ذهنی و هر عملکرد دیگه جسمی و ذهنیت. شکرگزاری بابت تندرستی تضمینیه برای تداوم دریافت سلامت بیشتر، که از این بابت هم باید شاکر باشی و در ضمن تنش و فشار جسم و ذهن رو هم از بین میبره. پژوهش‌های علمی میگن که تنش و فشار روانی منشأ بسیاری از بیماری‌هاست. تحقیقات نشون داده افرادی که شکرگزاری میکنن زودتر شفا پیدا میکنن و به احتمال زیاد 7 سال هم بیشتر عمر میکنن. شما هم همین حالا با توجه به وضعیت تندرستیت میتونی بفهمی که تا چه حد شاکر هستی. تو هر روز باید حال و هوای شگفت‌انگیز داشته باشی. اگر احساس سنگینی میکنی و زندگیت حکم چالش رو برات داره، یا حتی اگر احساس نمیکنی که جوانتر از سن و سالت هستی، دچار افت سلامتی شدی. یکی از عوامل عمده از دست دادن شور و نشاط در زندگی ناشکریه. به هر حال همه اینها تغییر میکنه، چون تو برای سلامت جسمانیت از قدرت معجزه آسای شکرگزاری استفاده خواهی کرد. تمرین معجزه آسای تندرستی با مطالبی که در ادامه برات میگم در مورد سلامت جسمیت آغاز میشه. بعد از شنیدن هر کدوم از مطالبی که برای بخش به خصوصی از بدنت برات میگم، چشمات رو ببند و به صورت ذهنی مطالب اون خط رو تکرار کن و تا جایی که میتونی برای همون بخش از جسمت خدا رو شاکر باش و شکر کن. یادت باشه که وقتی تو در مورد دلیل شاکر بودنت هم فکر میکنی، به تو کمک میشه عمیق‌تر حال و هوای شکرگزاری رو احساس کنی. هر چقدر که اونو عمیق‌تر حس کنی، احساس تو سرعت میگیره و نتایج شگفت‌انگیز رو در جسم خودت به چشم میبینی و اونو احساس میکنی. دو سه مورد برات میگم، مابقی رو خودت انجام بده.
چشماتو ببند، به پاهات توجه کن، اونها اصلی ترین وسیله حمل تو در زندگی هستن. در مورد تمام کارهایی فکر کن که با استفاده از پاهات انجام میدی، مثل حفظ تعادل، ایستادن، نشستن، ورزش کردن، بالا رفتن از پله ها، رانندگی و از همه مهمتر اعجاز پیاده روی. پاهای تو راه رفتن تو خونه رو برات امکان پذیر میکنه. تو میتونی به دستشویی بری، برای نوشیدن آب به آشپزخونه بری و یا به سمت ماشینت بری. پاهات امکان رفتن به فروشگاه، خیابون، فرودگاه و کنار دریا رو برات فراهم میکنه. توانایی راه رفتن به تو آزادی میده تا از زندگی لذت ببری. همین حالا بگو خدایا تو را شکر میکنم که پا دارم. واقعا شکرش کن. یا یه مثال دیگه براتون بزنم. چشماتون رو ببندید و خوب توجه کنید. در ذهنتون تصویراشو ببینید. در مورد حواس شگفت‌انگیزت فکر کن. در طول روز موقع خوردن و نوشیدن حس چشاییت چندین و چند بار به تو لذت فراوان میده. در ایام سرماخوردگی که حس چشاییت رو از دست میدی و لذت خوردن و نوشیدن از تو گرفته میشه، یعنی همون زمانی که نمیتونی طعم غذا یا نوشیدنی رو حس کنی، پس بگو خدایا تو را بابت حس چشایی شگفت‌انگیزم شکر میکنم. درباره معجزه چشمات فکر کن. چشمایی که باعث میشن صورت عزیزان و دوستانت رو ببینی، کتاب و روزنامه و ایمیلاتو بخونی، تلویزیون تماشا کنی، زیبایی طبیعت و از همه مهمتر مسیر زندگی تو ببینی. فقط کافیه به مدت یک ساعت از چشم بند استفاده کنی و سعی کنی کارهات رو بدون چشمات انجام بدی. اینجوریه که متوجه میشی که چشمات چه معجزه‌ای ان و قدر چشمات رو خواهی دونست. پس بگو خدایا تو را بابت چشمانم که میتوانم با آنها همه چیز را ببینم شکر میکنم. تو میتونی به همین ترتیب دونه به دونه تمام اعضای بدنت رو در ذهنت بیاری و بابت تمام کارهایی که میتونی با اونها انجام بدی و اصلا داشتن این اعضای فوق‌العاده خدا رو شکر کنی. اما معجزه آساتر از همه حواس، دستگاه ها، اندام ها یا عمل کرده اونها در جسم ما، قلبه. قلب ما بر زندگی تک تک اندام های بدنمون نظارت میکنه. چون قلب ماست که زندگی و حیات رو در تک تک دستگاه های بدنمون جاری میکنه. پس باید بگیم خدایا تو را بابت قلب قوی و سالمم شکر میکنم. بعد از اینکه دونه به دونه اعضای بدنت رو شکر کردی، بابت سلامتی اونها شکر گذار بودی، بعد یه ورق کاغذ یا کارت بردار و روی اون با حروف درشت و خوانا بنویس: موهبت تندرستی مرا زنده نگه داشته است. بعد از اینکه نوشتی، در طول روز چهارم اون کارت رو همراه خودت داشته باش و اونو جایی بذار که به طور مرتب ببینیش. اگر پشت میز کار میکنی، درست اونو مقابل خودت قرار بده. اگر راننده هستی، چه راننده کامیون، چه راننده وانت یا هر چیز دیگه‌ای، اون کارتی که روش نوشتی رو در جلوی دیدت قرار بده. اگر خانه‌دار هستی میتونی تو آشپزخونه قرارش بدی که مدام اونجا رفت آمد میکنی، یا جایی که دستاتو میشوری، یا نزدیک تلفن. خلاصه جایی رو انتخاب کن که مدام چشمات به کلمات اون نوشته بیفته و ببینیش. در طول روز چهارم دست کم در 4 فرصت جداگانه وقتی چشمت به این کلمات افتاد، آهسته اونها رو بخون و هر بار یک کلمه. و بابت نعمت تندرستی تا جایی که میتونی حال و هوای شکرگزاری رو احساس کن. دوستای گلم، شاکر بودن بابت تندرستی برای حفظ سلامتی شدیداً ضروریه. همینطور تضمینیه برای تداوم بهتر شدن توأم با انرژی و اشتیاق افزایش یافته برای زندگی. در صورتی که شکرگزاری با مداوای پزشکی متداول زندگی ما ترکیب بشه، ما اون موقع شاهد دگرگونی‌های بنیادی سلامت و میزان بهبود و اعجازی خواهیم بود که هرگز در عمر خودمون ندیدیم. پس یادمون باشه در روز چهارم قراره که برای سلامتیمون شکرگزار باشیم. و اینکه فراموش نکنید دوستان من، باید احساس شکرگزاری در تمام وجودتون وجود داشته باشه.